تعطیل برکشم از دل وقار اگر بگذارد. اگه وقار بذاره میگن آقا خوند ایشون چجوری، مردم یه خورده ممکنه براشون غیر منتظره باشه که خیلی تند رفت، آهسته رفت، چنین کرد، چنان کرد. اینا که میگفتن ما لاابالی هستیم یعنی ما اهمیت نمیدیم به چیزا، we don't care، برای اون مهم نیست. امشب میخواییم از نظم و آهنگ صحبت کنیم، از ریتم و ضرب صحبت کنیم، از شور و وجدی که در ادبیات فارسی هست صحبت کنیم. بنابراین باز هم یه بسم الله دیگری بگیم، چون بسم الله هم خودش آغاز ریتمه. بسم الله الرحمن الرحیم در بحر سریع، مفتعلون مفتعلون فاعلات، با یک کمترین تغییری خیلی ملایمتر اونه. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است برو خط کن. علاوه بر این که این سوره حمد خودش هم یک نظم و آهنگ خاصی داره که اگر آخرهای این هفت آیه است، آخر آیات رو دقت بکنید میشه میم نون میم نون نون میم نون، خیلی قشنگه. هفتاست، یه چارتا یه ستا تنظیم کرده، میم نون میم نون نون میم نون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ریتم دیگه. هر کجا ما خبر میشیم از این که اینجا یه نظمی هست و میتونیم پیش بینی بکنیم که بعدی چه خواهد بود، اونجا ریتم وارد میشه، دیزاین و طرح وارد میشه. البته ریتم یه معنی وسیع‌تری داره از ضرب، از میتر. اروپایی ها میگن میتر، متریک. متریک یعنی منظم، یعنی شعری که نظم داره و وزن داره و به یک کیفیت خاصی اصوات قوی و ضعیف، استرست و آن استرست سیلابل، اونها وزنشون با تعداد سیلاب ها و زیر و زبر سیلاب ها ساخته نمیشه، با اینکه سیلابی محکم تر ادا میشه. مثل استرس که ما روی ضرب میذاریم، اگه شما بگین یک دو سه چار، یک دو سه چار، هیچ ضربی نیست، درسته یک دو سه چار، ولی شما تکیه ای ندارین. ساعت رو دیدین، ساعت ضرب میزنه؟ ضرب نمیزنه، ضرب موقعی که تکیه میشه جایی. ساعت نمیگه یک دو سه چار، یک دو سه چار، میگه یک دو سه چار، یک دو سه چار، یک دو سه چار، همینطور تکرار میکنه. شما میتونین یک دو سهش بکنین، میتونین یک دوش بکنین، میتونین هر وزنی، میتونین از ساعت رو با گوش خودتون میتونین شما استرس بدین، هر وزنی از توش در بیارین. در زبان اروپایی استرس و آن استرس سیلابل یعنی سیلاب ها و هجاهای تأکید شده و تأکید نشده. To be، be تکرار، تأکید میشه روش. To be or not to be، that's the question. That time of year thou mayst in me behold، تکرار میشه، تأکید روی جای. ولی این ریتم نیست، این متره، ضربه. ریتم حالا من نمیدونم چه معادل دقیقی، ترکیب بهش بگیم، طرح بهش بگیم. یه وقت هست که تکرار به این صورت نیست که مثلا یک دو سه چار یا مثلا یک نظم مکرری رو ما رعایت بکنیم، بلکه یک حال و هوای به هم پیوسته ای رو ما دنبال میکنیم که از اون تعبیر به ریتم میکنن. مثلا یک ساختمان ریتم داره، معماری خوب ریتم داره، ولی ریتمش به معنی نیست که مثلا همطور یک دو سه چهار من ستون زده باشن یا مثلا از این ور یک چیزایی رو مرتبا تکرار کرده باشن. ممکنه یکیش اینجا باشه، یکیش بزرگتر باشه، ولی ریتم داره.
هیچ برای یعنی چنین دیزاین داره، یعنی طرح داره و آدم میتونه اون دیزاین رو اونجا هم ببینه، اون طرف هم ببینه، تو راه رو هم ببینه و به یه کیفیتی از این در واقع یه نوع تقارنه، یک نوع تقارنه. تقارن هم از چیزای کوچیک شروع میشه که همون ضرب باشه، تقارن ضرب از جنس تقارنه، ولی چون تقارن باز یه معنی خیلی وسیعی داره، سیمتری میره از اینکه دو تا گلدون بذارن یه دونه شمدون هم بذارن وسطش، این ساده ترین نوع تقارنه، یه دونه پنجره بذارن وسط یه پنجره، یه در این ور یه در اون ور، یا بالعکس دو تا پنجره بذارن این ور یه در بذارن وسط، اینا تقارن های بسیار ساده است، خیلی قشنگه، ما خوشمون میاد. خداوند یه دونه بینی گذاشته اینجا، دو تا چشم گذاشته اون ور، دو تا ابرام گذاشته بالاش، لبارم متقارن کرده از چپ و راست، از بالا پایین هیچ چیزی رو متقارن نکرده، برای اینکه مثلا متقارن در نمیاد، چون طبیعت این خط جاذبه زمین خط عمودیه، بنابراین این طرف و اون طرف این خط چیز تولید میشه، تقارن تولید میشه، تقارن از بالا پایین، هیچ موجودی نیست که از بالا به پایین متقارن باشه، سر و تش این هم باشه، ولی این بر اون طرفش چپ و راست داره. بنابراین ما امشب میخوایم که از ریتم به معنی وسیعش صحبت بکنیم و وقت وارد وزن و آهنگ و اینها بشیم، بسیار هم ساده است، منتها در علم عروض به قدری این پیچیده شده و مشکل شده، کتاب ها نوشتن هم در زبان فارسی، در زبان من فکر میکردم زبان انگلیسی که دیگه لابد عروضش خیلی میشیدگی نداره، برای اینکه در زبان انگلیسی فقط چهار تا ریتم داریم، یکی این که آدم یه ضربه قوی بزنه، یه ضربه ضعیف، یکی برعکسش، یه ضربه ضعیف بزنه یه دونه قوی، این میشه دوتا، یکی این که دوتا ضعیف بزنه یه دونه قوی، یکی این که یه دونه قوی بزنه دوتا ضعیف، یعنی معکوسش، هم چهار تا وزنه، اسمش هم تروکیاکو آیم بیکو، بیشترش هم وقت تازه توی این چهار تا هم 90% همه اولی است، یعنی یه ضرب ضعیف یه ضرب قوی، یه ضرب ضعیف یه ضرب قوی، دام 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 that time of year thou mayst behold. البته به این صورت نمیخوان شعر رو، ولی وقتی بخوان دقیق تر ریتم رو نشون بدن اینجوری خونده میشه، کمی که ما وقتی که میخوایم یه شعری رو بخونیم برای اینکه اون وزنی که تو ذهنمون هست اون رعایت بشه، گاهی اوقات حتی کلمات رو به قول تغییر میدیم، مثلا بیا تا گل برفشانی مومی که نداریم ما، ولی ناچاری شما بگید چون دادام دام دام دادام دام دام بیا تا گل برفشانی مومی در ساغر اندازیم، ریتم تو ذهنمون دستور میده که اینا رو باید زیر زبرش درست بکنیم، ولی موقعی که داریم ریتم رو توضیح میدیم این کارو میکنیم، یا موقعی که میخوایم ریتم بزنیم یا یه آهنگی رو تصنیف روش بذاریم اینا، ولی موقعی که میخوایم کار نمیخوایم کار بکنیم، میخوایم شعر رو بخونیم، میگیم یا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، یه مکس میکنیم و اون مکس خودش چیه دیگه، مکس ها خیلی مهمن در موسیقی، اونایی که وارد هستن میدونن که چقدر مهمه که این یه دونه مکس اینجا گذاشته یا نگذاشته، یک رهبر ارکستر گاهی امتیازاتش به مکس هایی است که اضافه میکنه یه جاهایی یا کم میکنه از یه جاهایی، مکس ها خیلی مهمه، یه مرتبه میبینید تمام تفاوت بین یه شاعری که دلبری میکنه و جاذبه داره در اینه که این مکس ها و حرکت ها رو خوب رعایت نکرده و پشت سر هم یه سر، مثلا قاآنی فکر کرده که تمام اگر هم تو پشت سر هم وزن ها درست باشه خیلی خوبه، بنابراین این تکرار کرده مستفعلون 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 مستفعلون، کلمات رو هم همونجور این مستفعلون آورده، مستفعلون ریتم اشکال نداره تکرار بشه، ولی کلمات اشکال داره که به اون کیفیت تکرار بشه. من نگاه کردم دیدم که 5 جلد کتاب که هر کدومش حداقل 500 صفحه بود به نام English Prosody، یعنی علم عروض در زبان انگلیسی، چه خبر اینجا مگه چی کار میخوایم بکنین اینا، و بعد مثلا یک
کتاب مفصل راجع به عروض شکسپیر که شکسپیر چه تئاترایی بازی کرده با همین چهار تا ضرب، عناصر اولیش این چهار تاست، ولی بر حسب مقتضای سخن و مقتضای حال یه مرتبه می‌بینین یکی رو عوض می‌کنه با اونو می‌ذاره با این ریتم، یه ریتم از این می‌گیره اون چهار تا رو با هم قاطی می‌کنه و پرمیوتیشن و کامبینزون اینها بسیار زیاد میشه و از تعداد میگذره دیگه. ما هم در زبان فارسی یه عناصر اولیه داریم، خیلی ساده است، یعنی ما کلماتمون رو وقتی بررسی میکنیم ببینیم کلماتمون یا حروفش متحرکه یا ساکنه، از این دوال خارج نیست. من نیمش متحرکه، نونش ساکنه، اما به من یه به متحرکه، یه دونه میم متحرکه، بعد یه دونه ساکنه. بزنم یا بروم، به متحرکه، ره متحرکه، واو متحرکه، میم ساکنه. برای ما سه جور پایه داریم، یکی اینکه یه دونه متحرک، یه دونه ساکن. از ساکن که نمیتونیم شروع بکنیم، چون سکون اصلا شروع نمیتونیم بکنیم. من میشه این، یکی اینکه دو تا متحرک دونه ساکن، مثل مرا، بگو، بیا، بیا تا گل. یکی هم اینکه سه تا باشه متحرک یه دونه ساکن، مثلا نروی، بزنم، نشود، به خدا، گفتا به خدا، گر تو بروی، گفتم به خدا. اینا دو تا یک رو قاطی کرده مولانا با یه دونه سه، گفتم به خدا، گر تو بروی هرگز نزید این پی کر من. من در مقدمه این حرف قبل اینکه وارد بحث بشم خواهم براتون بگم که اولا آدمیزاد ریتم و وزن جزء ذاتشه و جزء فصل منطقی یا فصل ممیز انسانیتشه. شنیدین که میگن انسان، الانسان و حیوان و ناطق، انسان حیوان ناطق. حالا بعضی هاشون نفهمیدن ناطق یعنی چی، فکر همین که مثلا سر صدا در میاره این ناطقه. میگفت یه چیزی گفته بود که آقا جان حیوان و ناطق چه، حیوان و ناطق همون حماره که عرعر میکنن، حیوان و ناطق مقامی نداره، اون حیوان ناطق، انسان خیلی مهمتر از حیوان ناطقه. اون نمیدونسته که ناطق منظوری نیست که فقط مثلا این کلمه حرف میزنه، خب بله گاو هم صدا در میاره، حیوانات دیگه هم صدا در میارن، ولی این نطق نمیشه. نطق تبلور عقل ماست، یعنی ما یه ریزنی داریم که اون فصل ممیز ما اونه، خردمندیم، عاقلیم، دانا هستیم. بهترین نشونش هم اینه که این آدمیزاد رو آوردن ببرینش مثلا 100,000 سال پیش، 200,000 سال پیش که حالا ما نمیدیم چجوری بوده، ولی مسلمن بیچاره و ناتوان از این سو به اون سو گریزان دنبال این بگرده یه حیوانی رو پیدا بکنه بخوره، چیز بکنه، بچه هاشو توی غاری نگه داره. اینا آوردن گذاشتنش اینجا، بعد از 100,000 سال بین چه خبر کرد دنیا رو. این ریتمه، این ریزنه، این تعقل نظم تولید کرده، یعنی تمام عالمو تسخیر کرده، همه چیزا رو فهمیده، سر از این درورده، سر از اون درورده، ارتباطاتو کشف کرده. این مال عقلشه دیگه، مال اینه که یک گوهر استثنایی بهش دادن، عقل، که این عقل رو میگن این پرومته، پرومیتیوس و اپیمتیوس دو تا برادر بودن، یکشون اولش فکر میکرد بعد عمل میکرد، پرومتیوس، یکی اول عمل میکرد بعد فکر میکرد. میگن عقل روستایی از پس میاد، اول یه کاری میکرد بعد فکر میکرد عجب چیکار کردیم ما. بیشتر آدم ها اپیمتیوس هستن، باید اول میگن قبل از ازدواج باید چشتون رو باز بکنین بعد ببندین، ولی بعدا اول چشت میبندن بعد باز میکنن. اپیمتیوس و پرومتیوس رو جوپیتر بهشون گفت یه موجودی درست بکنین، یه مقدار حیوانات و این چیزا، آدمیزاد و اینا رو درست بکنین، این صفات هم داریم، شجاعت، مروت، تعقل، عقل، نمیدونم هوش،
بویایی، شنوایی، اینا رو هم داریم، اینا رو هم پخش بکنین. اقتدار، قدرت، نام سریع دویدن، من این چیزا رو هم داریم، اینا رو هم پخش کنین بدین به اینا. بعد پرومتیوس کاری داشت که من برم به برادره، گفت من برم تو یه چیزایی درست بکن حالا تا من یا من انسان و خودم با هم دار چیزی باید بکنی، منم باشم. حالا تو یه چیزایی مثلا گاوی گوسفندی چیزی درست بکن، حشراتی، مار عقربی، تا من بیام. وقتی که این آمدی تمام صفات رو داده به این حیوانات، از شجاعت، از قدرت، مثلا اینا هیچی نمونده دیگه، فقط عقل مونده. گوش کن نداره، اینو من میدم به این، این به جای تمام اینا کار میکنه. شما نیا کن این آدمی زاد نجسته مثلا خیلی بزرگ فیل، تمام اینا رو یه بچه سوار فیل میشه، یه چوب هم دست میگیره از این برو از این برو مسلط میشه بر زمین و آسمان و هوا و عمق دریاها و هرچی، ماهی اون ویل وال اون نهنگ های عظیم رو میکنه میکشه به خدمت خودش میگیره. سیل ماشید های دریایی الان شدن متخصص بیماری درمانی، این سیل های دریایی میتونن از کجا تشخیص میدن که این آقام فلان بیماری داره، یعنی از باستاب هایی که نشون میدن. آدمیزاد همه رو استخدام کرده، سلیمانه، بنابراین آدم امروز سلیمانم کنگشتری هم دادی، وان تاج ملوکانه، زان تاج ملوکانه نادر کمرم آمد، یا کان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد. بنابراین این عقل تبلوری داره که بهش میگیم نطقه. حالا تعبیر کردیم به نطق، منظوری نیست که آدم داد به خاطر اینکه صدا داره، بخاطر اینکه عقل داره. ولی این تنها نیست، انسان یه خصوصیت دیگه هم داره که هیچ حیوان دیگه نداره، یکی اینکه میخنده. میشونیم بگیم بگه حیوان و ناطق، بگیم حیوان زاهک، بازم انسانه. یعنی حیوان زاهک میتونه انسان رو از همه موجودات جدا بکنه، برای اینکه فقط همینه که میخنده، هیچ موجود دیگه نمیخنده. شما الاغی رو نهیدین که من قهقهه، مگه تو ادبیات میگن خر بخندید و شد از قهقهه سوس، وگرنه نمیخنده. خر بخندید که نمیدونم چنین چنان، یا اینا با تعبیراتی که ما میکنیم. انسان اولا فقط آدمیزاد میخنده، ثانیا آدمیزاد فقط به آدمیزاد میخنده، هیچی دیگه خنده دار نیست دنیا، برای اینکه چیز نامعقولی در عالم وجود نداره، فقط آدمیزاده که نامعقوله، برای اینکه جای عقلشو به کار نمیبره و همجد آدم خندش میگیره از کارهایی که بی‌تناسب و ایناست، به یه دلائلی در یه شرایط خاصی خندش میگیره. اگر هم دیدین میز و صندلی اینا رو هم کارتون میکنن، اینا چون شبیه آدمیزاد میشه آدم خندش میگیره. اگر نه ما به هیچ چیزی نمیتونیم غیر از آدمیزاد، یا تصوری که از آدمیزاد نسبت بهش داریم آنتروپومورفیک باید بشه، یعنی شبیه آدمیزاد باید بشه تا ما بتونیم بخندیم. این هم یه خصوصیت دیگه انسان، انسان حیوان زاهکه. یکی دیگه هم انسان حیوان آهنگینه، حیوان ریتمیکه، ضرب و تشخیص میده، یک دو سه چهار تشخیص میده، هیچ حیوان دیگه این تشخیص نمیده. بنابراین ضرب اهمیتش در ردیف مهمترین چیزهاست، یعنی فصل ممیز ما از همه کائناته. هیچ موجود دیگری نمیتونه بفهمه یک دو سه چهار یعنی چی، یک دو سه چهار نمیتونه این بفهمه. اگر هم دیدین گاهی خرس رو به رقص آوردن، در واقع اینا یه باستابای نشون میدن، زیر پاشون داغ میکنن و هم شرطشون میکنن اینا، بعد اون آهنگر که میزنن اینا پاشون رو در اون لحظه بلند میکنن، یک چیزایی بهشون میدن، وگرنه اون نمیتونه. تحقیقات کردن حتی میمونهای بسیار پیشرفته که خیلی مثلا جلوتر هستن از بقیه میمونها، اونها هم ریتم رو نمیتونن تشخیص بدن. یک کتاب مفصلی راجع به ریتم کسی نوشته بود و اینکه ریتم چگونه از ویژگی‌های خاص آدمی زاد و از ویژگی، بنابراین این ویژگی با بقیه ویژگی‌های انسان ارتباط داره معلوم میشه. یعنی آدمی زاد اگر که مدرک زیبایی هست، پس معلوم میشه ریتم جزء زیبایی هست. اگر آدمیزاد معنی شادی، معنی خوبی و خیر رو میفهمه، ریچ جز به خیر و خوبیه. اگه بقیه مثلا ممکنه معنی خوبی رو اون مقدار متوجه نشن، اگر هم کاری میکنن بر اساس فطرتشونه حیوانات، ولی آدمیزاد فکر میکنه نبرم اینو با اینکه سختمه الان برم کمکی بهش بکنم، اینجا این کار خوبیه. اینکه خوبی رو درک میکنه، خوبی با ریچ ارتباط داره، برای این چون جز به فصل ممیز ماست، تمام چیزایی که فصل ممیز ماست با ریتم ارتباط دارن.
بنابراین یکیش مثلا فرض کنید شادیه، ریتم نماینده شادیه. تا به محض اینکه شما بگین 1 2 3 4 1 2 3 4 من دیگه قصه نداره دیگه، اینا رو قدر دلی دلی میکنه. شما اگر که قصه داشته باشین هیچ ریتمی نمیتونین بزنین. اینو من چند بار دیگه هم تکرار کردم چون خیلی اهمیت داره که بدونید شما که ریتم رو از زندگیتون خالی نکنید. اگه ریتم رفت قصه میاد یاش، ریتم رو باید حفظ بکنه. حالا میخوایم که امروز راجع به ریتم صحبت کنیم، ببینید چقدر شادی میتونه ادبیات به شما بده که با ریتم فقط. علاوه بر این که این خنده و شادی که باز اینم از پس ممیز انسان هستن، هر دوشون ارتباط دارن با سلامتی ما. یعنی شما وقتی میخندین حالتون خوب میشه، ریتم بدنتون درست میشه، تناسباتون با هم یعنی تنظیم میشه، دیزاین کلیتون درست میشه. آدم هر چی بیشتر بخنده، همه خنده هایی که مثلا جوک میگن یا مثلا کارهای چیز میکنن چیزای کمدی، چارلی چاپلین اینا، باعث میشه که آدم حالش خوب میشه. ترشحاتی در بدن الان از داره زیستشناسی هم تحقیق کردن، یعنی چیزای علمی اینا، که دیدن که بله یه ترشحات خوبی مثلا اون دوایی که شما باید بخورید تا فلان ناراحتیتون برطرف بشه، این دوا رو خودش بدن تولید میکنه در اثر شادی. هر چی شما شاد باشین بیشتر بخندین، و این که شنیدین که میگن زیاد نخندین، این ناصر خسرو گفته که یکی در لندن یه خانمی از من پرسید چرا ناصر خسرو مردم ایران دوست ندارن زیاد شعراشو، مثلا اونقدر که مثلا سعدی حافظ. گفتم برای این که ایرانی ها مردم شادی هستن. اینم گفته با گروهی که بخندند و بخنداغنند، چون کنم چون نه بخندم نه بخنداغنم، خنده از بی خردی خیزد چون خندم، که گرفته از خرد سخت گریبانم. حتی همین وزن این شعر هم وزن خیلی ریتمیکی نیست، یعنی مثل مستفعلون مستفعلون نیست. ریتمای ناصر خسرو نیا کنید، ناصر خسرو آدم خیلی جدی بوده، گریم فیس داشته، چهره گرفته بود، خیلی نصیحت بکنم این کار رو نکنید، نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، البته شعره بسیار خوب گفته. ولی اونجاها که یک کم به عالم شادی نزدیکتر شده، میبینیم که ریتم ها مثلا همین نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، بریدان زعفار چرخ برین را، اگر تو از آن موختن سر نتابی، سر تو سر نتابی، سر تو بتابد نتابد همی سروری را، تو چون خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را، فعولون 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 فعولون. این ریتم رو چند تا ریتم داره ناصر خسرو که یکیش همه اینه که نشون میده یه مقداری شادتره. وگرنه ای ستمگر فلک ای خواهر اهری من، شما اصلا نمیدونی ریتم چجوری بزنه، این آدم اگه دستش بگیره ریتمی باید هی نگاه بکنه، ولی شما تا بگیم مثلا که ای بوت نازنین من دادار دادم برم میزنن براتون، یعنی هر کسی ریتم بلد نباشه تا بگیم که مثلا بی تو به سر نمیشود، بوی همگان به سر شود بی تو به سر، اما ای ستمگر فلک ای خواهر اهری من، چون نگویی که چه افتاد تو را با من، نرم کردستیم و زرد چو زردآلو، قصد کردی که بخواهیم همی خوردن، این که شد زرد و کهن پیرهن جاون است، پیش تو بفکنم این داشت پیراهن، شبی گیسو فرو هشته به دامن، مال اون یکی فرخیه، پلاسین معجر و قیریش گرزن. اینا اون چیزو نداره، اون شادی رو نداره. البته خیلی هاشون هم مثلا فرخ دادم شادی بوده، تا این قصیده رو، قصیده کلنگ خود سنگین تره، شادیش کمتره، برای این کار نیست اصلا. قصیده برای انتقال سلسله معانی یا مدح و ذم و این چیزاست. ولی وقتی که میگه نوبهار آمد و آورد گل و یاسمن، باغ همچون تبت و راغ به سان عدن، بوستان گویی بتخانه فرخار شده است، شیش هشتم این اگه بخوام بزنیم، بوستان گویی بتخانه فرخار شده است، مرغکان چون شمن و بلبلکان چون وسنا، مرغکان چون شمن و گلبنکان چون وسنا، به کف پای وسن بوس شمن بوسه بداده وسنش، کی وسن بوسه دهد بر کف پای شمنا،
پوپویک پیکی نامه زده اندر سر خیش، نامه گه باز کند گه شکنت بر شکنا. این ریتمش خیلی ریتم فعلاتون 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 فعلون نداره. برابر این ریتم هم مثل خنده موجب شادی میشه و آدم از ریتم که میفته یواش یواش متمایل میشه به خمود و خمودگی و قصه و افکار و اندیشه های روح فرسا، در حالی که اگر هر چیزی رو انسان بتونه ریتمش رو درک بکنه، چون عالم پر از ریتمه، درخت پر از ریتمه، منتها ریتمش رو فقط آدمیزاد میفهمه، اون درخت ممکنه خودش هم خبر نداشته باشه، ولی انقدر ریتم تو درخت هست، توی حرکات افلاک هست، تو زمین هست، تو آسمان هست. شکسپیر میگه هر فرشته‌ای که در هر ستاره‌ای که داره رد میشه یک فرشته‌ای است که داره آواز میخونه، منتها نمیشنه میشمون. ما یه گوشمون رو گوشها را باید شست، حالا اون شاعری که گفت چشمها را باید شست، گوشها را باید شست، بگه که چیزای تازه باید شنید. بنابراین من توصیه‌ام اینه، حالا قبل از این بحث ریتم که ممکنه یکی دو جلسه هم طول بکشه، که ریتم رو وارد زندگیتون بکنین، شعر بخونین، موسیقی گوش بکنین، بعدن هم حرکات دست و پاتون اینا رو هم تنظیم بکنین. همین نماز هم خودش ریتم داره، اینجوری میشه، بعد میره پایین، مرتبه میاد بالا، بعد مرتبه میره پایین، بعد مرتبه میاد بالا، بعد میشینین، بعد این تکرار و ریتم سیمتری و تقارن اینها داره و حرکات آهنگین و موزونه. و دیدین شما اگه ورزش هم بخواید بکنین، مثلا خب آدم میخواد یه مرتبه باز بکنه ببنده اینا، یه خورده چک کنه، حالا اگه اینا ریتمیک باشه خیلی بهتره، 1 2 3 4 میان صبح به صبح، یکی میاد یه ریتم میزنه، یه شیر خدایی به نام خداوند جان و خرد میزنن، بعد مثلا پهلوانا یه چیزی میگردن، اینا اگر همش با ریتم انجام بشه خیلی بهتره. خوشا کسی که میتونه با ریتم کار بکنه، با آواز کار بکنه. من خودم در با یک دندون پزشکی که در کار میکرد روی دندون من، دیدم که همونطور که داره اینو چیز میکنه و چرخ میکنه اینها، داره ضمناً زمزمه هم میکنه، داره میخونه، این خیلی خوبه، شون میده که روحش پر از آهنگی، لحظه به لحظه شادی در وجودش، تموجش احساس میشه و خیلی خوبه. اینو کارلایل گفته که خوش آدم هایی که میتونن وقتی کار میکنن ضمناً، حالا لازم نیست آدم عربده بکشه، ولی زیر لب میتونه که زمزمه ای بکنه، چون همه صداشون هم خوب نیست، ولی زمزمه رو همه بکنن اشکال نداره. برابر این داشتم میگفتم که این عناصر ریتم در شعر فارسی بسیار ساده است. یه دونه است، یعنی یه ضربه که پس ساکن، دو ضربه ساکن، سه ضربه ساکن. حالا شما این رو چند جور میتونید از نظر ریاضی ببینید، اگر مثلا سه تا از این بردارید، دو تا از اون، دو تا از این بردارید، سه این اول بذارید اون بعدن بذارید، اینا ببینید چقدر میشه. اینقدر ریتم میشه خیلی بیشتر از ریتمایی که تو ادبیات فارسی هست. و به نظر من اگه کسانی میخوان نوآوری بکنن لازم نیست ریتم رو کنار بذارن، مثلا ریتم تازه بیارن. بعد نفی کردن که نوآوری نیست، مثلا میگن آقا من این لیوان رو میارم میذارم اونور، این که چیزی نه، اینو برمیدم یه لیوان دیگه میارم میذارم، یه لیوانی که اونم تناسباتی داره، اونم ظرفیت داره، آب میگیره اینا، این میارم، این مثلا قشنگترم هست. اگر کسانی میخوان نوآوری بکنن در هر فنی، بایستی که یه چیزی تولید بکنن، یعنی اطوار تازه‌ای، ریتم تازه‌ای، دیزاین تازه‌ای، طرح تازه‌ای. بی طرحی هنر نیست، تنها بی تناسبی هنر نیست و دیسکانکشن و فقدان ارتباط، آدم کور که میشه، یعنی ارتباطش قطع میشه با عالم نور و دیدن و اینا، دیسکانکشن هنر نیست، که اینو قطع میکنیم، ما سیمتری رو از بین میبریم، اون از بین میبریم، این تکرار رو از بین میبریم، هیچ چیز درست میشه. تو معماری اخیراً من دیدم مد شده به جای زاویه قائمه مثلا زاویه 95 درجه میذارن. از این 95 درجه چه سرویسی داره؟ در کجای ریاضیات شأن و مقام داره؟ اصلا چه خاصیت ویژه‌ای داره؟ زاویه 30 درجه خاصیتی داره، زاویه 60 درجه هم خاصیتی داره، یعنی وجود دارن اینا، اینا تولید میشن. مثلا همین این هارمونی هایی که در موسیقی هست، مثلا فرض کنید سیم، چون نصف سیم وجود داره، سیم نصف میشه، اما سیم 2/1 نصف نمیشه که، سیم یا نصف میشه یا سولس میشه، که سولسش که شد نوت سول رو به شما میده، شما میده. بنابراین نوت ها رو از
یه سیستمی در آوردن، همینطوری بیخود نگونن یه ذره اینورتر میذاریم مثلا سیمر یه خوری بریم بالاتر، نه یه جای معینی میتونی بذاری، فقط بهت اجازه نمیده، طبیعتی داره این عالم شناختی است. همینطوری مگه میشه آهنگ ساخت؟ میگم همینطوری میشه آدم معماری بکنه؟ مسلمه که باید اتاق مثلا باید یک تناسباتی داشته باشه که ذهن ما تو اون تناسبات راحت باشه با ریتم و هارمونی هایی که ما باهاش نخو کردیم در ذاتمونه. یه وقت میگن آقا شما عادت کردین من اینجوریش میکنم، ولی شما هیچ به هیچ وصل نمیتونید یه میز مثلث درست بکنید دراز. آدم فکر کنه فرض کنه همین اگه مثلث بود اینجا، یه قاعدش اینجا بود، نقش این طرف بود، اینجا چه جوری من می‌خواستم بشینم؟ اینا تناسبات و پیوندها رو به هم میزنه. آدم باید اگه میخواد نوآوری بکنه ریتم تازه بیار. اینقدرم زیاده، من حالا توضیح میدم براتون ببینید چقدر ریتم‌ها بوده. مثلا حافظ سعدی به کار نبردن، بعدن یه شاعر دیگه به کار برده. بعضی ریتم‌ها بوده که من نمیدونم از دستشون در رفته. یه دونه مثلا سعدی مولانا رو ندیدم، حافظ هم من یادم نمیاد که هرگه که میگذری من در تو مینگرم، که از حسن قامت خیش در ما نمیگری، از بس که خوب در نظرم خوب آمدی صنما، هرگه که میگذرم گویی که در نظری، دیگر صفت نکنم دیگر نظر نکنم بالای سر به چمن. وقت این علاوه من که ریتم داره تکرارم میشه تیکه تیکه، دیگر صفت نکنم دیگر نظر نکنم بالای سر به چمن. سه تا کلمه اینور گوش تر کلمه بر. دیگر صفت نکنم رفتار کبک دری، سروین چنین نشمد کبکین چنین نرود، طاووس را نرسد پیش تو جلوه گری. تقارن و تناسب و ارتباط و پیمان به جاییست که آدم حیرت میکنه اصلا از این همه ذوق و چیزی که در وجود این مرد نازنین بوده در عالم. بنابراین ریتم خیلی اصیل هست، ریتم ها هست که کسانی به کار نبردن. مثلا ریتم هست که عربا به کار میبرن، فارسا به کار نمیبرن. ریتم هایی هست که برای اینکه در زبان عربی کلن هم قافیه هم وزن هم تناسبات سطحش پایین تر از زبان فارسی، یعنی فارسی خیلی دقیق تره، درست مثل خط نستعلیق میمونه با خط سلس یا با خط نسخ. خط نستعلیق به قدری ظریفه، یه ذره قلم چیز باشه خراب میشه، خیلی حساسه، خیلی حساسه. البته بگذاریم که الان یه خورده این حساسیت از بین بردن که هم کار خوبی نیست، یعنی ظرافت های خط نستعلیق که در خط میر عماد و میر حسین ترک و دیگران بوده، اینا یه خورده کلو چیز شده، تا به ماکارونی نزدیک شده. وقتی که همه درست شده اینا، تو هم که میدونه هیچ خوب نیست. اینا توجه ندارن به اینکه با یه جایی که خیلی نازکه و نازک باشه، میگن اینجا ضعیفه، نه اونجا که ضعیفه باید ضعیف باشه، ضعف ها به کمال قوت باید باشه، یعنی آدم اون ضعف رو در نهایت قوت باید اینجا رو نازک بکنه، در نهایت قوت اینجا رو کلوپ بگیره، در نهایت قوت اینجا رو نازک بگیره. کمان که نوت مثلا فرض کنید که بم بم شما میزنید این بر در پیانو، اون طرف هم زیرترین ریسترین رو میزنید، اینا هر کدومشون سرویسی میدن، یک فضایی رو ایجاد میکنن که ایجاد نمیکنن. اروپایی ها خیلی به نظر من حساس بوده گوششون و دقت هایی داشتن که مثلا یک ویالون درست کردن، فکرن که حالا یه ویالون همه کارا رو میتونه بکنه، نه یه صداهایی هست که این ویالون نمیتونه در بیاره، یه ویالون بزرگتر بیاریم که اون نوت درشته این تازه نوت اول اون باشه. بعد یه صداهایی هست، صدای فرشتگان و یه چیزایی هست که با این بیشتر میشه نشون داد. بعد بازم قانع نشدن یه ویالون بزرگتر هم گذاشتن که از قد اون آدم میگذره، ولی اون یک صداهایی به خصوصی ویژه‌ای رو میده. برای من خیلی خوبه که این رنج هرچی بیشتر باشه بهتره، نه که هرچی رنج رو کمتر بکنن آسان‌تر میشه قضیه و آدم‌ها خیلی بیشتر میتونن، یعنی زودتر میتونن یه چیزی رو ادعاشو بکنن که بله ما هنرمند. یه کسی میگفتش که علت این که شیوه میر عماد رو کنار گذاشتن و شیوه کلهر رو انتخاب کردن و یه خود درشتش کردن، به خاطر این که با اون شیوه آدم 40 سال طول میکشه تا خطاط بشه، اما با این شیوه با 2-3 سال شما یواشش خطاط میشه، نمیتونی چیزی بکنین بالاخره، یعنی زود چه ظرافتاش کمتر شده. آدما تقریبا ذهنشون میاد که منم دیگه استاد، البته بازم بین استاد و غیر استاد فرق میکنه. در حال ما حالا میخوام که براتون بیام این که اصل ماجرا بود که آسونش اینه که یک داریم و دو داریم و سه داریم. این یک با دو و سه میتونن ترکیبات گوناگون بشن، مثلا فرض کنین دام دام دادادام دا 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 دا. این تکرار میشه،
دام دام دادا دام با من سنما دل یک دله کن، گر سر ننهم آنگه گله کن. آمد بر من آن دل بر من، زنده شد از او با مدر من. گفتم سنما، گفتم به خدا گر تو بروی دیگر نزید این پیکر من. من ای بوی خوشت پیغمبر من، ای روی ای خاک روی خوشت و خاک در من. من خوش لبم، من چشم ترم، این است مها خوشگتر من. دام دام دادا دام 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 دادا دام. در میهمانی بهار سفره فاتحه فکرت و ختم سخن نام خدای است برو خط کن. علاوه بر این که این سوره حمد خودش هم یک نظم و آهنگ خاصی داره که اگر آخرهای این هفته آیه است، آخر آیاتو دقت بکنید میشه میم نون میم نون نون میم نون، خیلی قشنگه. هفتاست، یه چارتا یه ستا تنظیم کرده، میم نون میم نون نون میم نون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ریتم دیگه. هر کجا ما خبر میشیم از این که اینجا یه نظمی هست و میتونیم پیش بینی بکنیم که بعدی چه خواهد بود، اونجا ریتم وارد میشه. خدا رحمت کنه، یه استادی ما داشتیم مرحوم دکتر حمیدی شیرازی، ایشون یه کتابی هم به نام کالبدهای پولادین شعر پارسی درباره همین ریتما و اینها نوشته بر مبنای همون چیزای سنتی. اونم بعد نیست اگه کسانی علاقه من باشن بخوام بخونن، باز آسان تر از مال کتاب شمس قیس رازی. اونجا یک لغت ها عجیب و غریبی هست که مثلا اخرم این بهره، حالا من یه توضیحاتی میدم براتون، لغتاش هم میگم. ایشون یه شعری ساخته که به صورت رمز تمام این 19 تا بحر، کل بحور شعر پارسی 19 تاست در اصل، وقت یک مقدارمش فرعی داره که مثلا میشه 40 تا 50 تا. اون 19 تای اصلی تازه 5 تاش عربیه، میشه از اون 19 تا که بره میشه 14 تا وزن فارسی ما داریم، 14 تا وزن فارسی داریم که اونا رو یکی یکی ذکر کرده. ز بحرها که بدان مرد پارسی ننهد دل، طویل هست و مدید و بسیط و وافر و کامل. این وزن بحر طویل و مدید و بسیط و وافر و کامل، اینا رو بیشتر عربا به کار میبرن. گاه گاهی هم شعر پارسی اومده که مثلا ترکیبات دو و سه برای ما ثقیله. دادادام دادام دام دادادام دادام دام، مثل اون شعر معروفه نظری بوتا که من از فراق تو زارم، دادادام دادام دادادام دادام دادام دام مثلا، یا میتونه ادامه پیدا بکنه. چه شود به چهره زرد من نظری دادادام دادام دادادام دادام. یه ستاست یه دوتاست. چه شود به چهره زرد من نظری برا یه خدا کنی، که اگر کنی همه درد من به یکی نظار دوا کنی. تو شهی یا کشور جان تو را، تو مهی یا ملک جهان تو را، ذکره کرم چه زیان تو را، که نظر به حال گدا کنی. دادادام دادام دادادام دادام. این هم ریتم قشنگه، ولی تو شعر فارسی چیزش کمه، تحرکش یه خود سنگینه، وزن سنگینه، وزن عربی یه خود سنگینه. و کلن عرب بیشتر اون قصیده سرا بودن، شعر لیریک خیلی کمه در زبان عربی و عشق و عاشقیاش هم تو همون قصیده گفتن و قصیده ها معمولا یک وزن سنگینی داره. قفا نب که من ذکرا حبیب و منزلی، علا کل شیء ما خل الله باطلو و کل نعیم لا محالت زائلو. یا مثلا شعرهای ابن فارس با این که خیلی چیزه ولی بازم وزنش سنگین و چیزه. مثلا ورز کنید خف فسیر و تعید یا هادی، یعنی
زیاد تون نرو ای کاس ساربان آهستران. اینو سعدی از همجی گرفته. خف فسیر و تاید یا حادی انما انت سائقون بفعادی. داری قلب من میبری کجا داری بیر بیتوندی. ما تر العیس بین سوقن و شوقن، مثلا فعلاتون فعول، این وزنیست که ما اون وزنا رو باش نمیتونیم رقص آگین، چیز نیست، آکنده از شور و رقص نیست اینا. ما تر العیس بین سوقن و شوقن لربیع ربو قرصا سوادی. این شطرها رو چطور میبینی؟ اینها بین سوق و شوق هستن. آدم باید بین سوق و شوق باشه، یعنی از یه طرف داره میره از یه طرف شوق داره. بهترین حالت آدم اینه که داره شائقانه سوق میکنه، سائق شائق. ما تر العیس، این شطرها چطور میبینی؟ بین سوقن و شوقن لربیع، به کجا دارن میرن اینا؟ لربیع ربوع، دارن میرن به بهار بهاران، اون بهار همه بهارها که این بهارها یه امضای کوچکی از اون بهار هستن. لربیع ربوع، دارن میرن به سمت اون. در چه حالتی؟ در حالی که قرصا سوادی، هم تشنه شونه هم گرسنه شونه. آدم تشنه و گرسنه با شوق داره میره به یه باقی، به یک مهمانی، به یه ضیافتی. این چقدر لذت بخشی که همه چیزا رو تحمل میکنه، تشنگی و سختی راه و همه اینا رو تحمل میکنه، برای اینکه اون صدای اون زنگ هم همین خدمت رو میکنه. حتی شطور یک احساسی داره، اهتزاز، این گفتیم هیچی نمیفهمن، یه اهتزازی داره، ممکنه ریتمش رو نفهم، ولی این صدای زنگ اون رو به یه عوالمی میبره، بی خود میکنه از خودش. زبهرها که بدان مرد پارسی ننهد دل، طویل هست و مدید و بسیط و وافر و کامل. اما بعد باید فارسی میشه، هزج بخانو رجز گوی و از رمل سخن آور. سه تا بحری که بیشتر از همه این به کار میره، این سه تا اول تو ادبیات فارسی. هزج یعنی مفاعیلون 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 مفاعیلون، یعنی این ترکیب دو تا یک با یه دونه دو. این ترکیب سه حالت ریاضی میتونه داشته باشه که دور اول بذارین، دور وسط بذارین، دور آخر بذارین. دو تا یک یه دونه هم دو. اگر دور اول بذاریم میشه دادام دام دام، اگر دور وسط بذارین میشه دام دادام دام دام دادام دام دام دادام دام. یوسف گمگش به باز آید بکن آن غم مخور. آخرش هم ممکنه یه خود کوتاه‌تر بشه یا ممکنه کامل باشه. ماه من گفتی که بنگر بر جمال نازنینم، پس چرا در پرده زبروی کمان داری کمینم؟ رخ نهان کردی و گفتی چشم حیرت برگشایی، تا به چشم دل ببینیدم که رشک حور اینم. گه حقیقی گه مجازی، گه صفا و گه کدورت، گه لباب و گه لبیبم. گفتم از زنجیر، این مال یکی دیگه سر بسه، زنجیر زلف او مگر یابم رهایی، چون کنم شب تیره ره پر پیچ و تاب و من غریبم. شیر سرخم، باز مال مرحوم عبدی، شیر سرخم باکم از زنجیر زلفش نیست، لیکن ترسم از آهوی چشمانش که هستن در کمینم. شیر سرخم از اونا نمیترسم، ولی از این آهوه میترسم، از این آهوه ترسم از آهوی چشمانش که هستن در کمینم. بنابراین یکی هزج بخوان و رجز گوی و از رمل سخناور. رجز یعنی که دوتا یکو بذارین اول، دام دام دادام دام دام دادام، ای ساربان آهستران کارام جانم می رود، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. ای اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو، حالی منن در عاشقی داو تمامی می زنم. عمریست تا من در طلب، دام دام دادام، عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم. دام دام دادام دام دام دادام دام دام دادام دام دام دادام. این بحر رجز بهش میگن، بر رجز خونه اینام خوبه. این مقداری شباهتی هم به صدای رنگ شطور اینا پیدا میکنه، میگن از اونجا گرفته شده. این که گفته اون پنج تا عربیه، معنیش نیست که اینا رو عربا به کار نمیبرن، عربا هر 19 تا رو به کار میبرن، ما هم اونا رو به کار میبریم ولی کمتر. برای این سه تا بحر که یکیش عنصرش مفاعیلون، تکرار مفاعیلون، تکرار فاعلاتون، تکرار مستفعلون، اون وقت همین رو
اگر که مستفعلون رو یه حرفشو بندازین میشه مفتعلون، دام دادادام، به جای اینکه بشه دام دادام دام میشه دام دادادام، دام دادادام، دام دادادام، مرده بودم زنده شدم، یک و سه میشه، به جای اینکه یک یک دو بشه ریتم قوی تر میشه، یعنی آهنگین تر میشه. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دام دادادام، دام دادادام. بزنین تا آخرش همطور ادامه بدین. و یا مثلا فرض کنید مفاعیلون، مفاعیلون هم میتونه حرفش چیزش بیفته، میشه تبدیل بشه به همین ستایی بشه، تمام اینا که یه دونه دوتایی توشون هست میتونه با یک وصل میشه، یکی از اون یکا به یه دونه از این دوتا میشه ستا، و میتونه مستفعلون بشه مفتعلون، مفاعیلون بشه مفتعلون، تمام اینا میتونن ستایی بشن. حالا تو عروض اینا رو انقدر اسم‌گذاری های عجیب غریب کردن که اگر این کار رو بکنیم مفاعیلون رو میمش رو بندازیم میشه فاعیلون، مثلا الفش هم بندازیم مثلا میشه فاعیلون، مثلا بنابراین مفاعیلون میشه فاعیلون، بعد یش هم میندازیم یش بلاهای سرش میارن که اون بلاها رو اسم گذاشتن، مثلا انهماک. انهماک اینه که مثلا از مفاعیلون فقط یه دونه لون میمونه، مفاش میندازن، اینش میندازن، اثرش میزنن، تاش میزنن، یه مثلا یه دونه حرکت میمونه. وقت این دیگه چه ارتباطی به اون اصل داره؟ نداره در واقع، ولی برای اینکه بخوان تدریس بکنن. ولی من فکر کنم الان که روزگاری است که ما با موسیقی بیشتر سر کار داریم، میتونیم چرا از خود موسیقی دست بیاریم با ضرب اینا رو اجرا بکنیم. لزوم نداره تشکیل. اونا میگن این هزج، منتها هزج اخرم اسرم واسه سه نقطه مثلا، یا اسلم، یا این منهمک شده، این انهماک بر سرش، بلای انهماک سرش اومده، یا فلان بلای دیگه، اینا رو نیازی نداریم بهش. هزج بخوان و رجز گوی و از رمل سخن آور. حالا این مثلا هزج که مفاعیلونه، چهار تا مفاعیلون تکرار میشه، ولی اگه سه تاش بکنی میشه مسدس، اگر چهار تایی باشه میگن مسمن، یعنی که در چی میشه هشتا، در یه بیتش میشه هشتا. اگر مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل، بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه از همدیگر نمانیم، کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم، به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت، به نام آن که جان را فکرت آموخت. بسیاری از مثنوی های ما و غزلی، هم غزل گفتن به این وزن، هم مثنوی گفتن، مثنوی خسرو و شیرین میدونی که همین وزنه، که خدایا زبانم را به حکمت کن، گوهرسنج هم جامی داره هم نظامی، به نام آن که هستی نام از او یا فلک جنبش زمین آرام از او یا، مال همین خسرو و شیرینه. یا فرض فهمید که مرا با جادویی هم حقه سازی، وسط داستان یه مرتبه شیرین داره اعتراض میکنه به خسرو که ببخشید شیرین، نه اون همسر قبلیش مریم، مریم خیلی هم حسوده و اینا، فهمیده که این با یه شیرین نامی آشنا شده و شیرین رو گفته که حالا هرچی هست ولی اینجا نیارش، تو این قصر من اینجا نباید بیاری، و میگه که مرا با جادویی هم حقه سازی، مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل، که برسازد ز بابل حق بازی، این میخوای منو با این چیز بکنیم، من یک روزم شده در آویزم ز جورت خیشتن را، به گردن در کنم در کنم مشکین رسن را، بی آویزم ز جورت خیشتن را، مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل، تا آخر تمام یک، مثل که اینا رو همه رو این جواهرات رو کردن توی نخ مفاعیلون و این مفاعیلون هی تکرار میشه. یا مثلا کدامین اختیار این مرد عاقل، از او یک بوسه و جان دادن از ما شیخ محمود، دادام دام دام دادام دام دام دادام دام، از او یک بوسه و جان دادن از او یک غمزه، و چون غمزه است که میکشه بوسه زنده میکنه، از او یک غمزه و جان دادن از ما، از او یک بوسه و استادن از ما، حدیث زلف جانان بس دراز است، مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل، چه میپرسی از آن کان جای راز است، مپرس از من حدیث زلف پرچین، مجنبانید زنجیر مجانی، فلک مست و زمین مست و سما مست. تمام اینا، این چندین کتاب داریم که همش بر وزن همین مفاعیلونه، تمام ترانه های بابا طاهر بر وزن مفاعیلونه، که
مان رندم که نامم بی قلندر، نخون دیرم نمون دیرم نه لنگر، چو روزایه بگردم گردگی چی، چو شبایه به خشت دیوان همسر. اشاعره انگلیسی اینقدر به این نزدیکه که فکر کنم همین درویشه بوده، این رابرت لوی استیونسن همین درویشه بوده که میگه من روزا که میشه من رو دارم راه میرم بگردم گرد گیتی، شبم که میشه سرام میذارم یه جایی رو خشت. اینه که give to me the life I love, let the life go by me. زندگی که من میخوام به من بدین دیگه بقیش من نمیخوام چیزی. شما چی میخواین؟ جوابش اینه که give the jolly heaven above and the road nigh me. اون آسمان بالا سر بدین به اضافه جاده. به اضافه جاده من میرم، شبم نون خشکم میذارم تو آب میخورم، ستاره هم لحاف ستاره رو میکشم سرم. همین چش روز آیه بگردم گردگیتی، چه شب آیه به خشتی وانام سر. تمام ترانه ها که دو چشم نرگست کار کجایه، همون باز مفایلون مفایلون مفایلون. این دوتا و یک یک خیلی رواج داره. بیا تا کاملش میشه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. اما یه تغییری که میکنه میشه می خواه و گل افشان کن از دهر چه میجویی. این گفت سحرگه گل بلبل تو چه میگویی. دام دام این بحر مزاره یک از ترکیبات بحر مزاره که حالا بعدا راجبش صحبت میکنیم. دام دام دادا دام 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 خیلی قشنگه. یه دونه یک دوتی یک دوتی یک این ور یه دونه سه وسطش. دام دام دادا دام 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 دادا دام دام دام. آن دل بر پنهانی وان نام چیز از ما ای از همه حاضرتر از ما سلام الله که مولانا میگه. میخواه و گل افشان کن از دهر چه میجویی. این گفت سحرگه گل بلبل تو چه میگویی. بنابراین این سه تا هزج و رمل هم همینطور رمل هم یه چارتایی داره فاعلاتون 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 فاعلاتون. اما این فاعلاتون رو حافظ چیکارش کرده؟ فاعلاتون اولش حفظ کرده، ستایی بعدی رو کرده فاعلاتون. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد. در ازل پر میشه فاعلاتون، تو به حسنت ز تجلی دم زد، بقیش رو تون کرده. یعنی بسیاری از غزلیات حافظ شاید 30-40% غزلیاتش هم یه دونه وزن رو داره. فاعلاتون فعلاتون فعلاتون فعلون فاعلاتون فعلاتون فعلات. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به میخانه زدن. در خرابات مغان نور خدا میبینم. در خرابا میشه فاعلاتون، تمغان از اینجا فعلاتون شروع میشه. فاعلاتون فعلاتون فعلاتون فعلون. یعنی دام دادام دام دادادام دام دادادام دام دادادام. آخرش هم یکی آخرش هم حذف میکنن دادم میشه. اینم وزن از متفرعات همین بحر فاعلاتونه. بعد کوتاهش که میکنن ستایی میشه بشنو از نی چون حکایت میکنن از جدائی ها شکایت. اینم رتم میشه ششتمه. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. خاموشند و نعره تکرارشان، میزند در پیشت میرود تا پیش تخت یارشان. سلسل درسشان عشق و جنون و ولوله، نه زیادات است و باب سلسله. سلسله اینجا قوم جعد مشبا، مسئله دور است اما دور یار. من همی خواهم که همچون یاسمین، کج شوم گاهی چنان گاهی چنین. این دام دادام دام دام دادام دام دام دادام. این همه میتونین ریت بگین برخصن همه با این میتونن این لذت دنیا. گاهی دیدم تصنیف هم درست کردن لذت دنیا زن و دندان بابدن، بعضی که اهل شکم هستن و اهل شهوت هستن خلاصه کردن که لذت دنیا تو این دوتا خلاصه میشه. با چیزای دیگه هست، چه شکرهاست در آن شهر که قانع شدند شاه بازان طریقت به شکار مگسی. من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی روایت میکنم. نه خیلی قشنگه ریتم مثنوی، خیلی خوش آهنگ. هم میتونیم باشه شادی بکنه، هم میتونیم ملایمتر بخونید، متناسب با موضوعات میتونه احوال شما رو تغییر بده. اگر میخواییم باش تصنیف درست بکنید نام بسیار ساده است. میتونن تصنیف هایی رو قطعات آن یکی آمد در یاری بزد، آن یکی آمد در یاری بزد،
گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو، هنگام نیست بر چنین جایی، مقام خام نیست. رفت آن مسکین سالی در سفر. یادم هست که مرحوم صبحی وقتی میخون این رفت رو میکشید، میگفت رفت، یعنی بدونی که بعد یه تناسبی هم داشته باشید با کلمات. بعضی اوقات کلمات رو رعایت میکنن، یه آهنگی میذارن که اصلا هیچ ربطی به اون کلمات نداره. این رفت وقتی میگه باید بگه رفت آن مسکین و سابلی در سفر. مثنوی میخون، خودش باحال بود و دودون که همینطوری بر خودش زمزمه میکرد. رفت آن مسکین و سالی در سفر، از فراق یار جو سوزید از جگر. یا فرض کنید که آن یک مرغکی اندر شکار کرم بود، گربه فرصت یافت او را در رو بود. آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا می آیی ای فرخنده پی؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفت آن پی خود پیداست از زانوی تو. اینا خیلی خوشایند فاعلاتون کوچیک که کوتاه که میشه به این صورت در میاد. اون وقت مستفعلون هم که تبدیل میشه به مفتعلون، مفتعلون که چاره کردیم که گاهی اوقات میشه مفتعلون فاعلات، یه ترکیبی از این. مثلا فرض کنید مفتعلون فاعلات، مفتعلون فاعلات، که حالا بقیه اوزان من براتون میخونم. امروز همین اسمها رو میگم تا بعد بقیه اوزان رو براتون اشاره بکنم که رجز بخوان و رمل گوی و از حزج بخوان و رجز گوی و از رمل سخن آور، که بانگشان بفریبد روان و برش کفت دل. بعد میگه که به خانه بنشان منصره به پیش مزارع. اینم چهار تا بعد دیگه توی دایره است. به خانه بنشان منصره به پیش مزارع، که مقتضب زده می مجتس ایستاده مقابل. منصره یه وضع نیست که اول این چهار تا رو با هم میارن، برای اینکه چهار تا توی دایره‌ن، یعنی یه دونه ریتم از اینجا شروع میکنی، این میشه از اونجا شروع میکنی. مثلا مستفعلون مثل مستفعلون میمونه. شما اگه مستفعلون رو تبدیلش بکنید مثلا دلا بس چند از این سودای وصل یار ورزیدن، دلا بس چند، حالا دلا رو بردیم بزنین آخر میشه بس چند از این، میشه مستفلون، بس چند از این سودای وصل یار و ورزیدن دلا. اگر که دلا رو بردارین بس هم بردارین، چند از این سودای فاعلاتون میشه چند از این سودای وصل یار ورزیدن دلا بس، میشه فاعلاتون، فاعلاتون بارد. اینا توی دایره میگن که دایره مجتلبه هست، یعنی خیلی بیشتر جلب میکنه. این صفه یه جاستن، منصره و مزاره و مجتس و مقتضب، اینها هم توی دایره هستن که هر کدومشون، اینا هم جز وزنهای خیلی متداولن، به خصوص مجتس. تو قدر آب چه دانی مفاعلون فعلاتون، مفاعلون فعلاتون. این وزن چیز رایج مجتسه که سل المسان عرکبن تهیم و فلفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی، شبم به روی تو روز است و دیدم به تو روشن، و این حجرت سوا اون عشیتی و قداتی، اگر چه دور بماندم امید و بر نگرفتم، دادام دادام دادادام دام، این دادام دادام دادادام دام، یعنی دو تا دوه یه سه یه یک، دادام دادام دادادام دام، دادام دادام دادادام دام. اما اگر مثلا دام دادا دام دام دادام، همین ترکیبه از این بر بخونین، دام دادا دام دام دادام دام دادا دام دام دادام. ای رفته به صحرای دوست دل به تماشای دوست، دل به تماشای دوست، دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من. اینا این چهارتا که بهش میگن مجتس و مزاره و مزاره، مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات. ای دل اگر به دیده تحقیق بنگری، درویشی اختیار کنی بر توانگری. که خود وزنش از ریتم، ریتمای قبلی که خود چیز هست، فاصله میگیره. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات. ای دل اگر به دیده تحقیق بنگری، درویشی اختیار کنی بر توانگری. و صدها غزل و قصیده که بر این وزن هست. پس اینم چهار تا میشه به خانه بنشان منصره به پیش مزارع، که مقتضب زده می مجتس ایستاده مقابل. بعد یکی
سریع راز قریبی ببر به شهر قریبی. اینم سه تا وزنه، سریع یه وزنه که ای همه هستی ز تو پیدا شده، اتفاقا به همجه از سریع بهش میگم برای اینکه خیلی سریع آدم کوک میکنه. زیر نشین علمت کائنا، ما به تو قائم چو تو قائم بذار، پیر زنی را ستمی در گره، دست زد و دامن سنجر گره. این هم شیششتامه. که ای ملکا زرم تو کم دیدم، از تو همه سال ستم دیدم، شهنه مست آمده در کوی من، زد لگدی چند فرا روی من، خانه من جوز که خونی کجاست، ای شه از این بیش زبونی کجاست. گفت به دستور چه دم میزنن در اون غزله، در اون قطعه که در مخزن الاسرار هست، مخزن الاسرار نظامی بر این وزنه، که اوم به خوشنودی دلها گذار، تازه تو خوشنود شود کردگار، خوش سایه خوشی سواران طلب، رنج خود و همت یاران، رنج خود و راحت یاران طلب، دور نگر که سر نامردمی، در حذر است بر حذر است آدمی از آدمی، آدمیان را زمیان بردن، معرفت از آدمیان بردن، آدمیان را زمیان بردن، گر هنری سر زمیان برزند، دی هنری دست بدان در زند. یا با هنری که میاد پیداش یک کاری بکنه، 50 نفر دیگه میان یه چیزای بی‌معنی درست میکنن، میگن این بهتر از اون. گر هنری سر زمیان برزند، دی هنری دست بدان در زند، کار هنرمند به جان آورند، تا هنرش را به زیان آورند. میدونم حمل ریاضت به تماشا کنن، اگه ریاضت کی میگن این داره خودنمایی میکنه، حمل ریاضت به تماشا کنن، میدونم نسبت اندیشه به سودا کنن، اگه بشین فکر بکنن میگن به سرش زده، فکر نکنه میگن آدم اصلا فکر نمیکنه، میگن نسبت اندیشه به سودا کنن، حمل ریاضت به تماشا کنن، نسبت اندیشه به سودا کنن. این ریتم بحر سریعه که آدمو خیلی خیلی خوشاهنگ و سریع ایجاد حرکت میکنه. سریع راز غریبی، چون غریبه ما خواهدم درستش معنی به خصوصی نداره، ولی خواسته که اون کلمه غریب با قینم یه وزنیه، یکی از بحر هست، غریب با قاف هم یه وزن دیگه است. سریع راز غریبی ببر به شهر غریبی، یعنی به شهر نزدیک. سریع راز غریبی ببر به شهر غریبی، که جایگاه خفیف است و خوابگاه مشاکل. که تو این ها من حالا سریع رو با بحر خفیف براتون توضیح میدم، بقیهش میذارم چون باز وزنهای یه خود سنگین تره. بحر خفیف خیلی وزن رایجیه، که ای خداوند ای درون پرور برون آرای، فاعلاتون مفاعلون فعلات. این وزن هفت پیکر نظامیه. ای جهان دیده بود هیچ است و هیچ بودی نبود هیچ پیش است و، در بدایت بدایت همه چیز، در نهایت نهایت همه چیز، هستی و نیست مثل و مانندت، عاقلان جز چنین ندانندت، فاعلاتون مفاعلون فعلات، دام دادام دام دادام دادام دادادام. که این ای تکرار میشه در این کتاب، در تمام 10,000 بیت ثنایی هم در حدیقت الحقیقه. پسر احول از پدر پرسید که زبان تو بسته را چو کلید، گفتی احول یکی دو بیند چون، من نبینم از آن چه هست فزون، احول ار هیچ کس شما رستی، بر فلک مه که دوست چار رستی. گفت من اگه باید دوتا می دیدم، دوتا پر ماه و باید چارتا می دیدم. پس بی خود میگن که آدم های چپ دوتا می بینن، آدم های چپ همون به همون تعدادی که باید می بینن. احول ار هیچ کس شما رستی، بر فلک مه که دوست چار رستی، پس غلط گفت آن که این گفته است، احول ار تاق بنگر است گفته است، ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کجه است چرا. یا گفتش که اون چون ورا سخت جلف و غافل دید پسر همچی. اینا هم یه وزن خاصیه که خفیف بهش میگن. من یه وقتی برای برادرم یه نامه نوشته بودم که ای کمال ای طبیب بیهوشی، دکتر بیهوشیه، طبیب هوشیاری البته من کرده بودم، ای کمال اسمش کمال دیدین، ای کمال ای طبیب هوشیاری، خیز میل بحر خفیف اگر داری، میر بحر خفیف اگر داری، خیز و برخان زروی هوشیاری، دل در این کاروان سرای مبند، که نبینی مگر زیانکاری. و تا آخر یه قصیده مفصلی گفتودم از آلمان، یعنی از ایران پسفق آلمان، که ایشون آراته ما گاهی با شعر با هم مبادله چیز میکردیم، ایشونم یه چیزایی بعد از این بر جناب مشکینی میفرستم سلام با سینی، ایشونم یکی یکی رو سلام میفرستد و طنز میگفت. من یه خورده جدی‌تر و بعد از این با جناب مشکینی که فامیل ما هست میفرستم درود با سینی. فاعلاتون مفاعلون فعلات،
خیز و برخان زروی هوشیاری. این بحر خفیفه، میل بحر خفیف اگر داری این بحر رو میتونی بخونی. آخرش هم این به آخریه که سری راز غریبی ببر به شهر غریبی که جاگاه خفیف است و خوابگاه مشاکل. بعد میگه که مخور غم متقارب به خاطر متدارک. دو تا بحر دیگه هم هست که اینا با همن، متقارب و متدارک. متقارب اینه که یه دونه دو یه دونه یک، دادام دام دادام دام دادام دام دادام، شاهنامه فردوسی، کتاب به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم عطا بخش بوزش پذیر. تو کی بشنوی ناله داد خواه، فعولون 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 فعول، تو کی بشنوی ناله داد خواه، به کیوان درت کله بارگاه، چنان خوست کایت تقانت به گوش، چو اگر بی نوایی برارت خروش. یا شعرهای فردوسی که دیگه بایستی که یک فصل جداگانه یادم بذاره، که فریدون فرخ فرشته نبود، به مشک و به انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. یا اگر مرد داد است بیداد چیست، داد این همه بانگ و فریاد چیست، بر این پرده اندر تو را راه نیست، از این راز جان تو آگاه نیست، یکی را براری و شاهی دهی، یکی را به دریا به ماهی دهی، یکی را براری به تخت بلند، یکی را نشانی به خاک نژند، نه با آنت مهر و نه با این کین. با این خداوند میگن این خداوند اینو خواسته بزنتش، خداوند کسی نمیخواد بزنه. این یه داستانیه، ما نمیدونیم. فقط بهترین چیزی که میتونیم بگیم این که نمیدونیم ما که این مشیت الهی چگونه است. بهتره بدین پرده اندر تو را راه نیست، که یکی را براری به تخت بلند، یکی را نشانی به خاک نژند، نه با آنت مهر و نه با این کین، که بهدان توی ای جان آفرین، تو بهتر میدونی. و بد و نیک هر دو زیزدان بود، لب مرد باید که خندان بود، هرچی پیش اومد با تو برحال خندت رو فراموش نکن، که این برحال این مشیتی قرار گرفته، بر این یه حکمتی درش هست. ما باید وظیفه اون فقط انجام بدیم. کار ما رسیدن به پیروزی و موفقیت کار ما نیست، کار روزگاره که خداوند پشت پرده یا ما رو موفق میکنه در اون کاری ها نمیکنه. ولی من وظیفه همو انجام دادم، درسامو خوندم، کارامو انجام دادم، وظیفه همو نسبت به مادرم انجام دادم. وظیفه چون از جنس ریتم شادی تولید میکنه، وظیفه چون این متعلق است به این، اون متعلق است به اون، اون متعلق است به اون. شما وظیفتون که انجام میدین یه جای خالی رو پر میکنین و این وظیفه ایجاد شادی میکنه، مثل ریتم میمونه. آدمی که شب میخوابه میگه من کارم کردم، وظیفه‌ام انجام دادم، راحت خواب میگیره، میخواد اتیج به قرص نمیدونم اوگزاس پام اینا که من خودم گاهی میخورم نداره. میتونه شعر بخونه به جاش، میتونه فکر بکنه که لب مرد باید که خندان بود، بد و نیک ما اصابکم من مصیبت، هیچ مصیبتی بر شما نمیاد از شادی یا غم یا هر چی که هست، الا و فی کتاب من قبل نبرها، مگر اینکه ما در یک کتابی قبلا گذاشتیم اینو و قبل از اینکه این حادثه رو خلق کنیم گذاشتیم اینا، این نوشتیم حتی یه جایی. برای شما لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، هیچ چیزی از دست دادین غصه‌شو نخورین، هر چی از تو فوت شد از وی نباد مباشند، هر خوشی کان فوت شد هرگز مباشند دوهگین، کان به نقش دیگر آید پیش تو میدان یقین. نگران نباشین، فوت نمیشه، چیزی در این عالم فوت نمیشه، فکر کنین این از دست رفت، چیزی از دست نمیره، چون جایی نیست که بره، کجا بره؟ اون خوشی میاد دو مرتبه پیش شما، یعنی اگه مال شما بوده که بوده، چون شما صلاحیت رو داشتین، حالا دو مرتبه میاد پیش شما، نگرانش نباشین. به هر حال لب مرد باید که خندان بود. فعولون 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 فعول، بحر تقارب به بحر تقارب تقرب نمای، بدین وزن و میزان تب آزمای. میتونی با این وزن تب خودت رو آزمایش کنی ببینی، میتونی اینجوری شعر بگی، نمیتونی شعر بگی. سخن سنج یا اومد ترازو به دست، این مال نظامیه، نظامی هم فعولون فعولونش در اسکندر نامه گذاشته. به نام خرد هر کجا گنج یارت پدید، به نام خدا سازدان را کلید، خدای خرد بخش بخرد نواز، همون ناخرد من را چاره ساز. یه جایی میگه که اگر شه ز جمشید بالاتر است، رخ من ز خورشید بالاتر است. فعولون 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 فعول، اون کنیزه داره میگه که ناز میکنه مقداری که اگر شه ز جمشید بالاتر است، رخ من ز خورشید بالاتر است. شهر شد فریدون زرین کفش، به فتحش منم کاویانی درفش.
چه ارزان که عالم گرفت این شگفت، من آن را گرفتم که عالم گرفت. اگه تو دنیا رو گرفتی من تو رو گرفتم، من بالاتر مقامم. چه ارزان که عالم گرفت این شگفت، من آن را گرفتم که عالم گرفت. سکندر به حیوان خطا میرود، بی خود نرو آب حیات، آب حیات منم، آب حیات زلف منه. سکندر به حیوان خطا میرود، من اینجا سکندر کجا میرود؟ بنابراین اینم میشه متدارک، بنابراین یه متقاربه که فعولان فعولان، یکم عکسش که اینا هم باز یه دایره هستن. بنابراین آخرش گفته که مخور غم متقارب به خاطر متدارک، دلا و یار و رو است و مکان رموز مسائل. برای اینکه اگه هر 14 تا وزن بخواد یادتون بمونه مال فارسی، این 4 تا کلمه رو یادتون باشه. یکی دلا، دلا مال این است که دلا بس چند از این سودای وصل یار ورزیدن. این اون ستا رو ایجاد میکنه، ستا وزن این دلا بهتون میده که دلا رو بردیم بذارین آخر. بس چند از این میشه مستفعلون، باز چند از این میشه فاعلاتون. دلا و یار، یار ز من رخ نهفت باز به من رخ نمود، مفتعلون فاعلات، مفتعلون فاعلات. که این ما هر کلمش که بردیم بذارین آخر، اون بحر دیگهی که تو اون دایره خوندیم به دست میده. دلا و یار و رو، رو که رو بودی ز دلم صبر باز. یکم مکن دلا و یار و رو است و مکن، مکن بر من ای ماه رو این ستم ها، فعولون 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 فعولون. مکنش برده میزین آخر میشه بر من ای ماه رو این ستم ها مکن، فاعلون 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 فاعلون. مکن بر من ای ماه رو این ستم ها، بر من ای ماه رو این ستم ها مکن. بر من میگه که دلا و یار و رو است و مکن رموز مسائل، رموز این مسائل. برای اینکه تو ذهنتون یاد بمونه اینا رو به این صورت در آورده مرحوم دکتر حمیدی. من ختم میکنم به یک غزلی از مرحوم پدرم که میشه گفت 32 سال پیش فوت کردن و در اردیبهشت ماه بود و ما یه گرد همایی به نام ایشون داشتیم. ایشون اوزان تازه‌ای وارد ادبیات کردن و بعضی از اون اوزان این دوره‌های اخیر بوده البته، ولی بعضی‌هاش هم اصلاً نبوده. و اون اوزان البته بعضی‌هاش سنگینه، تو قصایدشون به کار رفته، بعضی‌هاش تو غزله. ولی یکیش این که بحر مستفعلون رو مثلا حافظ و سعدی و مولانا هیچ کدوم مستفعلون 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 فع درست نکردن. مستفعل گفتم یکی از اون بلاها که سرش میارن مستفعلون میش میزنن، میش میزنن، اینا میشه فع. بنابراین میشه به جای 4 تا مستفعلون میشه مستفعلون 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 ف. تا بر رخت آن زلف مشکین شانه کردی، سید دل صد عاقل و فرزانه کردی. افروختی شمع رخ دل ور که دل را در عشق بی پرواتر از پروانه کردی. من خواستم بتخانه دل کعبه سازم، عشقا تو باز این کعبه را بتخانه کردی. خلقی به دور خانه مشغول توافند، ما را اسیر عشق صاحب خانه کردی. یا فرض کنید که من یه شب خواب دیدم در یک بیابانی هستم و زنبورهای بیشمار که همین فکر و خیالاتی که دائما آدم رو میگزه بیرون، ما تو اتوبوس هستیم، بیرونم صحرا پر از زنبوره، اگر یه ذره لای شیشه باز بشه 50 تا زنبور میاد تو. یه همچین حولی هم داشتیم و بعد من همتون نگران بودم چجوری ما میتونیم عبور بکنیم از این بیابون. یه وقت هم یه نفر داره این شعر رو میخونه که با خضر دانش بر وزن مستفعلون 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 ف. با خضر دانش یار شو ای موسی دل، شاید که این صحرا کنی طی منازل. لذات جسمانی فانی دانه توست، سیم و زر و جاه هست دامه مرغ عاقل. یا گفتن که چشم منو پای منو کوی تو ای زیبای مطلق، چشم منو روی تو ای شیرین شمایل. ولی این غزل رو میخوام خط کنم به این غزل که زدل ناله مرغی شنیدم سحرگاهی. ظاهرا در همین ونک باقی بوده، باغ مصطفی الممالک، دوستانی جمع بودن و گفتن که دوستان خوابیدن، من بیدار موندم، خوابم نبرد و فضای خیلی قشنگی بود تا سحر شد. یه وقت هم یه مرغی ناله برکشید. سحر ناله مرغی شنیدم سحرگاهی، اینم دادام دام دادام دام دام دادام دام دادام دام دام، یعنی دادام دام 3-1 دادام دام دام
دو یک یک، سه یک، دو یک یک، سه یک، دو یک یک. ز دل ناله مرغی شنیدم سحرگاهی، که بر یاد معشوقی کشید از جگر آهی. مرا ره زد آوازش که پرسم ز دل رازش، سخن با که میگوید دهد از چه آگاهی. همی گفت و می نالید بروز این چمن برنه، دادام دام دادام دام دام، بروز این چمن برنه، تو را تیر عشق آید چمن بر جگرگاهی. نه راز جهان پیداست نه سر دل عاشق، مگر خیمه برگیری از آن ماه خرگاهی. یعنی شما هیچ چیز رو نخواهید فهمید مگر اینکه یک حجاب از روی او بردارید. اگر اونجا گیر کرده باشین دیگه چیز بقیه چیزا رو نمیتونین به همسر نقش و وصل بکنین، چون یک رو ندارین شما. نه سر جهان پیداست نه راز دل عاشق، مگر خیمه برگیری از آن ماه خرگاهی. الهی مده پندم منه از خرد بندم،